اهمیت نماز و یادآوری زمان آن همواره از اهداف شبکه جهانی نور بوده است. اگرچه حرکت پنهانی الحاد و صفویت تلاش دارد دینداری اهل سنت تاجیکستان را خدشه‌دار نماید، اما اصرار بر برپایی نماز جماعت اهل سنت این مرز و بوم را همواره پایدار می‌ماند. اگر شما همکنون در شهر دوشنبه به سر می‌برید، می‌توانید برای ادای نماز به مسجد مخدوم عبدالقادر در ناحیه رودکی این شهر بروید. این مسجد از مساجد بزرگ کشور تاجیکستان است که در سال 2009 پس از آزادی از قید نظام کمونیستی شوروی با همت فرزندان مخدوم عبدالقادر در دو طبقه بنا شده و به گونه ساختمان آن طراحی شده که مانند بیشتر مساجد تاجیکستان از صحن مسجد هم به طبقه اول و هم به طبقه دوم راه داشته باشد. هر دو درب ورودی جلو و پشت مسجد مستقیماً به صحن بزرگ آن راه دارند که سقف شیشه‌ای زیبا و سبز رنگش جمال خاصی را به آن بخشیده و علاوه بر آن تعداد زیاد پنجره‌های مسجد بر روشنیش افزوده و محیط آرامش بخشی را برای نمازگزاران خلق کرده. گچبری‌های محراب و گنبد که به آیات قرآن کریم مزین شده نیز بر معنویت این محیط روحانی دوچندان افزوده است. دوشنبه به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور تاجیکستان، امروز یکی از قطب‌های اصلی اسلام در منطقه ماوراءالنهر محسوب می‌شود که جمعیت 870 هزار نفری اهل سنت آن با همه نیرنگ‌های ملحدین بازمانده از نظام سوسیالیستی گذشته و مزدوران نظام صفوی همسایه همچنان در تمسک به دین و برپایی نماز خود کوشا و استوارند. بیاری خدا و همت شما بینندگان نمازگزار با صبر و مقاومت همچنان ندای توحید را در جای جای این سرزمین تنین انداز می نماییم. نمازتان قبول درگاه.